یو حاجیتون گیزر برگشت. سلام بچه ها، چطور این؟ امیدوارم در حال عشق کردن باشین، در حال لذت بردن باشین. دمتون گرم، ساپورت میکنین، کامنت میذارید، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین. دمتون واقعا گرم بچه ها. اگه دوست دارین ریاکشن های بیشتری از من ببینین، سابسکرایب کنید، زنگوله هم حتما روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید به محض اینکه آپلود میشه. نفس کنم اونا. و بچه اینستاگرام و توییتر من براتون میذارم، دوست داشتین بریم فالو کنین. امروز یه آهنگ دیگه داریم از آلبوم مجاز، چرا نمیمیری. کلا من مجاز فقط یه دور گوش دادم، همون یه دورم مثلا بگین 20% 30% متوجه شدم چی به چیه، بقیهشو نفهمیدم چی به چیه. واسه همین دوباره میخوام یه ریویو کلی باشه، یه ریاکت کلی باشه. بیشتر از این حرف نمیزنم بچه‌ها، بریم واسه ریاکشن. چه بیتش میکوبه. چرا نمیمیری؟ انتهای جاده است، شام آخر. قدر زنده رو ندونن مردن عاقلانه است. همش عشق. قدر زنده رو ندونن مردن عاقلانه است. بری شام آخر. قدر زنده رو ندونن مردن عاقلانه است. همش عشق بریزن و حلوا تو لپه. خدا بیا مرزه. نظری گرفتن و بردن خونه. راست میگه. میان مثلا یه نفر میمیره، مردم میرن مثلا سر قبرش، میرن مراسم ختمش، دو لپی هم میخورن و تموم. به قول یارو فقط نگران رنگ نوشابه شونن، اصلا براشون مهم نیست تو مرده. حلوا تو لپه، خدا بیا مرزه. نظری گرفتن و بردن خونه. هنرمند مردش خوبه، میشه آدم از جسد تش... راست میگه. کلا خیلی خیلی فکت های خوبی میگه، اصلا خیلی حال میکنم. مثلا اکستنتاسیون، جویس وورد، نمیدونم نپسی هاستل، همشون توپاک، بیگی، وقتی میمیره یا واسه مردم خدا میشن. اون خواننده ایرانی هم که سرطان داشت، مرتضی پاشایی، خدا بیامر، اونم مثلا وقتی مرد دیدین چی شد دیگه، چه کار کردن. هنرمند مردش خوبه. مردن خونه. هنرمند مردش خوبه، میشه آدم از جسد تشکر کنه. لباسات بریز دور، کفن مد شده. چرا نمیمیری؟ شاید معروف شی، استعداد داری، زنده بمونی شاید حروم شی. خوک مرده، گاو پیشونی سفید، اینجوری مونی شاید حروم شی. خوک مرده، گاو پیشونی سفیده، اینجوری نمیشه بخوای رو بدن دیده بشی. باید کبود شی، بخوای با تکس بندازن باید معلول شی. میتونی روشن مثل زغال تنور شی، ولی باید بسوزی و تموم شی. چرا نمیمیم؟ مرد همیشه با حاته. هی دوست دارم استوب کنم، واقعا هی دوست دارم استوب کنم، هی اشاره کنم به اون چیزایی که میگه، ولی هی میگم اون فاز آهنگی خراب میشه. اصلا دمش گرم، واقعا دمش گرم. خوشه اون خنده هات مار همیشه با هات، خوشه اون خنده هات. چرا نمیمیری؟ نکی رو منکر، شهید مرتد، برعکس تبعیض دولت. مرگ با هیچ کی تعارف نداره و میاد از غریزه رکتر، قریب مردن ترسناک. مرگ با هیچ کی تعارف نداره و میاد از غریزه رکتر، نداره و میاد از غریزه رکتر، قریب مردن ترسناک. ولی خیلی ها گریه میکنن چون که تحت تأثیر روزن، هیچ کی ندوال علت. خیلی گریه میکنن چون تحت تاثیر روزن، خیلی ها گریه میکنن چون که تر قریب مردن ترسناک. ولی خیلی ها گریه میکنن چون که تحت تاثیر قریب مردن ترسناکه، ولی خیلی ها گریه میکنن چون تحت تاثیر روزن. من یه چیزی بگم، قریب مردن منظورش این چجوری بگم، مثلا امام حسین قریبه مرد دیگه، میگن قریبه مرد.
میگه خیلی اصلا به اون کاری ندارن، فقط تحت تاثیر روزن که گریه میکنن. این برداشت منه ها، دقت نکردم اون سری اول اصلا اینو اصلا نفهمیدم. گفت یه مورد گوش بدم. ایز دولت مرگ با هیچ کی تعارف نداره و میاد از غریزه رکتر قریب مردن ترسناک، ولی خیلی ها گریه میکنن چون که تحت تاثیر روزن. هیچ کی نه دنبال علت نه دلیل محکم. شاید هم منظورش کسی دیگه یه، من چیزی نمیگم. یکی با دوربین آسمون رو دید و گفت به خدا دونه های تسبیح چی گندن. شاعرانه از اون که زنده است میمیره، مرده جاودانه است بچه رو نمیمیری. همه قصه دوست دارن، حوادث نصف روزنامه است. مینا رو تو جبهه دوست دارن، فکره ای تو رو زنده دوست دارن، عکس تو روی حجله دوست دارن، چرا نمیمیری؟ پشت اون خنده هاته مرگ، همیشه با هاته پشت اون خنده هاته. چرا نمیمیریم؟ یه خوبا زود میرن محبوب میشن، یعنی بدا دیر میرن. یا هم خوبا هن که منفور میشن، فکر میکنه محصول میدن. جنازه ها که میکارن جهو دیدی میا زیارت، چند مرد پرستیم چون که فهم میکنیم زنده ها مغرور میشن. همه خود خواهن ناراحت این که عدیدن محروم میشن. وای وای، از معدود رپرهاییه که صفر تا صد آهنگش جذبت میکنن. بعد خیلی ها خیلی ها فکر میکنن من مثلا فنبوی ملتفتم، فنبوی مثلا هیچ کس و اینا. اصلا همچین چیزی نیست. مثلا یه بند خدای اومده بود به من گفته بود، خب زیر ریاکشن به تتلو گفته بود که آقا ریاکشنات خوب نیست، خب قرار نیست من با هر آهنگی حال کنم، تو بری ریاکتای من رو ببینی. با خیلی از آهنگا آنچنان حال نکردم خب، ولی مثلا همچین کاریو چرا مثلا باش حال نکنم؟ یه همچین شاکاریو چرا باش حال نکنم؟ کاشکی مجاز 10 سال پیش می اومد. واقعا کاشکی مجاز 10 سال پیش می اومد، مردم می فهمیدن مجاز چیه. ولی من میگم نسبت به الان بخوای حساب کنی چیز خیلی خوبیه، ولی اگه 10 سال پیش می اومد کلن پرونده رپ مختومه می شد دیگه، هیچ جای شکی باقی نمی موند. ولی الان هیچ کس با این کاری که داره جدیدن میکنه هیچ شک و شبهه ایجاد میکنه و حس میکنم نیاز داره بازم توی یه سری موارد مثلا دیسک کردن خودش رو ثابت کنه. از کجا رسیدم به چه موضوعی؟ چرا رو زود میرن محبوب میشن، یعنی بدا دیر میرن. یا هم خوب آن که منفور میشن، فکر میکنه محصول میدن. جنازه ها که میکارن جهو دیدی میا زیارت، چند مرد پرستیم چون که فهم میکنیم زنده ها مغرور میشن. همه خود خواهن ناراحت این که عدیدن محروم میشن. چرا نمیمیری؟ یه رو کینه ها جلوی مردم کوه میشن. فرهاد دیدن داشت جای کوه گور میکن، فرهاد گور کن. بالاخره یه تونل پیدا میشه همه توش میرن، خوشحال شدن تش نور دیدن. یه دیدن داشت جای کوه گور میکن، یه رو کینه ها جلوی مردم کوه میشن. فرهاد دیدن داشت جای کوه گور میکن، فرهاد گور کن. بالاخره یه تونل پیدا میشه همه توش میرن، خوشحال شدن تش نور دیدن. خوشحال شدن تش نور دیدن. ولی چراغ قطاری بود که داشت با سرعت رو بور میکرد، چرا نمیمیری؟ چه پانچلاینی وای چه پانچلاینی، وای چه پانچلاینی، سنگیو گرفتم. چه پانچلاین خفنی، چه خفن. شن امیدوارت کرد، گفت همشون به زنده بودن امیدوار بودن، ولی اون نور آزادی نه، اون نور قطار بود. وای شد چه پانچلاین خفنی. دم کوه میشن، فهمیم زنده ها مغرور میشن. همه خود خواهن ناراحت این که عدیدن محروم میشن. چرا نمیمیری؟ یه رو کینه ها جلوی مردم کوه میشن. فرهاد دیدن داشت جای کوه گور میکن، فرهاد گور کن. بالاخره یه تونل پیدا میشه همه توش میرن،
خوشحال شدن تش نور دیدن، خوشحال شدن تش نور دیدن، ولی چرا قطاری بود که داشت با سرعت رو بور میکرد، چرا نمیمیری؟ صدای سوگنده خیلی بهش میخوره سوگند باشه. فوق العاده عالی خیلی حال کرد، خیلی حال کرد. اون یه تیکه پانچ لاینه اصلا خیلی منه و ترکون، خیلی حال کردم، خیلی حال کردم. بخوام نمره بدم این دفعه به بیتش گیر نمیدم، تکسش که اصلا جفتش فتش شد. 10 از 10 واقعا دیالت 10 از 10 داره و خیلی خوشحالم از این بابت که سری دومی که دارم مجازه گوش میکنم با شما دارم گوش میکنم و این خیلی خوبه، خیلی لذت میبرم. چون سری اول رو قشنگ یادم پیش رفیقان بودم، همینجور رو تلویزیون پلی کرده بودیم، آنچنان کسی حواسش نبود، ولی مجاز از اون سری آلبومایی که باید چند بار گوشش بدی تا کامل بتونی هضمش کنی، بعد اون موقع میتونی تصمیم بگیری خوبه یا بد. چون من یادم سری اول گوش کردم اصلا حال نکردم، فقط و فقط هم یه چیزی که مثلا بهم فشار میاره تو این مورد که ناراحتم میکنه اینه که مجاز چرا انقدر دیر اومد. خیلی ها فکر میکنن مجاز مال الان، ولی نه، مجاز مال چند سال پیش بوده. اگه همچین چیزایی اون موقع میومد مثلا بازی عوض میشد، خیلی چیزا فرق میکرد. ولی خب اتفاق برای همینه دیگه، اتفاق برای افتادنه. و دمتون گرم که تا اینجا با من بودین بچه، واقعا لذت بردم. اگه دوست دارین ریاکشن بیشتری از من ببینین، سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما روشن کنید تا از ریاکشن های بعدی مطلع بشین. بعدش هم این که توییتر، اینستاگرام هم اگه خواستین اینجا میتونین برین فالو کنین، براتون میذارم. و اینم براتون بگم بچه ها، ریاکشن مجاز ما همین جوری میبریم جلوتر. مجاز امیدوارم بتونم همشو هر روز یه روزی یه آهنگ براتون بذارم، اگرم نشود دیگه یه روز در میام. به هر حال هر چی که هست سعی میکنم این آلبوم خیلی خوب تمومش کنم و هیچی دیگه. همین بچه ها عشق کردم دیگه، تا ریاکشن بعدی، پیس اوت.